درس سوم، اساسهای ایمان. اساسهای ایمان شش است. اینکه به الله تعالی، ملائکه های او، کتاب های او، رسولان او و به روز آخرت ایمان داشته باشی، به تقدیر نیک و بد که از جانب الله تعالی است ایمان داشته باشی. تعریف ایمان از روی شریعت: به زبان گفتن، به قلب باور کردن و به اعضای بدن و دل عمل کردن، به طاعت زیاد و به معصیت کم می شود. دلیل گفتن، دلیل گفتن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که پس بالاترین آن گفتن لا اله الا الله می باشد. و دلیل عمل اعضای بدن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودن و پسترین آن دور ساختن آزار از راه است. و دلیل عمل دل فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمودن و حیا شاخه از ایمان است. و دلیل زیاد شدن ایمان فرموده او تعالی است که الله تعالی فرمود این آیت ایمانی کدام از شما را افزود. و دلیل کم شدن فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است که از کم عقلان و کم دینان ندیدم. اسباب زیاد شدن ایمان: یکم، آموختن توحید و خاصتا باب نام ها و صفت ها. دوم، بسیار طاعت و عبادت کردن. سوم، ترک گناه. چهارم، در مخلوقات اندیشه کردن. سبب های اسباب کم شدن ایمان: یکم، نآموختن توحید و خاصتا نآموختن باب نام ها و صفت ها. دوم، ترک طاعت ها. سوم، معصیت کردن. چهارم، در مخلوقات فکر نکردن. اساس های ایمان شش تاست. یکم، ایمان داشتن به الله تعالی. دوم ایمان به ملائکه ها. سوم، ایمان به کتاب ها. چهارم، ایمان به رسولان. پنجم، ایمان به روز قیامت. پنجم، ایمان به روز آخرت. ششم، ایمان به تقدیر نیک و بد. اساس یکم به الله ایمان آوردن است و لازم گیرنده امور زیرین است. یکم، به هستی الله سبحانه و تعالی ایمان داشتن و این به چهار امر می باشد: به عقل، به حس، به فطرت، به شریعت. به عقل، پس عقل مستقل می شود. به عقل، پس عقل مستحیل می شمارد هستی مخلوقی را بی خالق. آیا آنها از هیچ چیز و بی آفریننده آفریده شده اند یا خود آفریدگاری خودند؟ دوم، به حس، در حالت سختی و دشواری می باشد. پس دستانت را به سوی آسمان می برداری و می گویی ای رب، پس می بینی که این سختی به امر الله برطرف می شود. سوم، به فطرت. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر نوزاد بر ایمان فطری تولد می شود. پس پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا آتش پرست می سازند. چهارم، به شریعت. ابن قیم رحمت الله بر او باد ذکر میکند که آیت در کتاب الله تعالی نیست مگر در آن دلیل بر توحید است. دوم، به پروردگار الله سبحانه و تعالی ایمان داشتن. سوم، به الوهیت الله جل جلاله ایمان داشتن. چهارم، به نامها و صفتهای الله سبحانه و تعالی ایمان داشتن است. اساس دوم، ایمان به ملائکه است. ملائکه ها عالم غیبی هستند. الله تعالی آنها را از نور آفرید. الله را اطاعت میکنند و او را بیفرمانی نمیکنند. دارای روح ها هستند، روح القدس، و دارای جسد هستند. کسی که فرشتگان را رسولان قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سیگانه و چهارگانه هرچی بخواهد در آفرینش می افزاید. و دارای عقلها و قلبهاست. تا زمانی که استراب و نگرانی از دلهایشان برطرف شود میگویند پروردگارتان چی گفت؟ به آنها و به نامهای از آنها که الله به ما یاد داده است، مانند جبریل، میکائیل و اسرافیل، و به صفتهای آنان، هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمیکنند و هرچی فرمان مییابند انجام میدهند و به عملهای آنان ایمان می آریم. بعضی ملائکه ها که از آنان به ما خبر داده شد، از جمله آنان هشت بردارنده عرش، جبریل که به آوردن وحی وظیفه دار است و میکائیل که به قطره باران وظیفه دار است
و همه آنها به آن اخباری که از آنان آمده است به طور مجمل و مفصل ایمان می آوریم. اساس سیوم ایمان به کتاب هاست. واجب است که ایمان داشته باشیم که آنها در حقیقت سخن الله هستند، نه اینکه مجاز است و اینکه آنها نازل شده اند و مخلوق نیستند و اینکه الله بر هر رسول کتاب فرستاده است و به آنها و به آن چیزی که الله از نامها، خبرها و احکام آنها به ما خبر داده است به طور مجمل و مفصل مادامی که منسوخ نشده است ایمان می آوریم و ایمان داریم که قرآن همه کتابهای پیشین را منسوخ کرده است و آن کتابها تورات، انجیل، زبور، صحیفه های ابراهیم و موسی علیهم السلام می باشند. اساس چهارم ایمان به رسولان است. واجب است که ایمان بیاریم که آنها بشر هستند. از خصوصیت های پروردگاری برای آنها چیزی نیست و اینکه آنها بنده هستند، پرستیده نمی شوند و اینکه الله آنها را فرستاد و به سوی آنها وحی نمود و آنها را به آیتها قوت بخشید و آنها امانت را ادا کردند و امت را نصیحت کردند و رسالت را رسانیدند و در راه الله چنانه که شایسته جهادی او بود جهاد کردند و به آنها و به آن چیزی که الله از نامها، صفتها و اخبار آنها به ما تعلیم داده است به طور مجمل و مفصل ایمان میاریم. و اینکه اولی انبیا آدم علیه السلام و اولین رسولان نوح علیه السلام و خط کننده انبیا و رسولان محمد صلی الله علیه و سلم می باشد و اینکه شریعت های گذشته همش به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم منسوخ شده است و اولوالعزم دارای اراده استوار 5 تاست در سوره شورا و احزاب ذکر شده اند. محمد صلی الله علیه و سلم، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام می باشند. اساس پنجم ایمان به روز آخرت است. ایمان آوردن به همه آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن خبر داده است که پس از مرگ رخ می دهد را در بر می گیرد. مانند فتنه قبر، در سور دمیدن، خستن مردم از قبرهایشان، ترازوها، صحیفه ها، پل صراط، حوض، شفاعت، جنت، دوزخ، دیدن مؤمنان پروردگارشان را در روز قیامت، در جنت و غیر اینها از امرهای غیبی می باشد. اساس ششم ایمان به تقدیر نیک و بدش است و آن چهار مرتبه دارد. اینها را نظم کننده در گفته اش جمع آورده است. ایل نویستن مولای من مشیت او و خلق او و آن ایجاد و تکوین پیدا کردن است. ایمان به تقدیر نیکی و بدی، ایمان به تقدیر نیکی بد چهار است. یکم علم، دوم نویستن، سوم مشیت، چهارم خلق. علم ایمانشتن به این که او سبحانه و تعالی همه چیز را به مجمل و مفصل می داند و دلیل فرموده او تعالی است. آن چی در پیش روی آنان و آن چی در پشت سرشان است می داند. دوم نویستن، ایمان داشتن به این که الله براستی تقدیرهای همه چیز را تا برپا شدن قیامت نویسته است و دلیل فرموده او تعالی است و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتابی روشن است. سوم مشیت، ایمان داشتن به این که آن چی الله خواهد می شود و آن چی نخواهد نمی شود و این که بنده دارای مشیت است لیکن آن در زیر خواسته الله است. الله تعالی فرمود و نمی خواهد مگر آن چی زیرا الله بخواهد. چهارم خلق، ایمان داشتن به اینکه بنده و عملهایش مخلوق است و اینچنین دیگر کائنات و دلیل الله آفرنده همه چیز است و اینچنین می فرماید و الله شما و آن چیزی را که می کنید آفریده است.